سال روز تولد مؤسسش را روز جهانی صلح نامیدند. کسی که برای کمک به بشریت از هیچ تلاشی دریغ نکرد و سرانجام در فقر دنیا را ترک کرد. نماد صلح، نوع دوستی و همزیستی مسالمت آمیز. امروزه در میان ده ها سازمان کوچک و بزرگ بین المللی که هر روزه برای کمک به آسیب دیدگان از جنگ و بلایای طبیعی و تسکین دردهای بشری تلاش می کنند، هنوز هم صلیب سرخ آشناترین و حتی شاید مؤثرترین نام است. انجمن و سازمانی غیر دولتی انسان دوستانه با نام کامل کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمانی که پایه‌هایش را انسانی بنا نهاد که در حدود 190 سال پیش پا به عرصه وجود گذاشت. جان هانری دونان سوئیسی، تاجری که در سن 34 سالگی وقتی بیخبر از همه جا برای گرفتن مجوز حفر چاه راهی سفر شده بود، در مسیرش در دهکده‌ای در شمال غربی مانوتا واقع در شمال ایتالیا با جنگ خونینی میان نیروهای فرانسوی و ایتالیایی از یک سو و قوای اتریشی از سوی دیگر روبرو شد. در نتیجه این جنگ بیش از 40,000 تن کشته و زخمی در میانه میدان بدون دکتر و پرستار رها شدند. تعداد بیشمار زخمی ها سبب شده بود تا کارکنان پزشکی نظامی نتوانند به وضعیت اسفبار آنان رسیدگی کنند. از هر گوشه میدان صدای ناله و التماس بلند بود و با گذشت هر دقیقه چندین نفر جانشان را از دست می دادند. هنری با دیدن وضعیت دردناک مجروحین از ادامه مأموریتش منصرف شد. مقدار پولی را که برای تجارت همراه داشت برای مداوای زخمی ها هزینه کرد و با کمک ساکنان منطقه به مداوای آنان پرداخت. این اولین بار بود که گروهی داوطلب برای درمان مجروحان جنگ تلاش می کردند. او کابوس جنگ و پیامدهای ناگوارش را در کتابی به نام خاطری سالفرینو گردآوری کرد و با هزینه شخصی به چاپ رساند. در آخر این کتاب دو پیشنهاد کلیدی مطرح شده بود که عبارت بودند از: اول، آیا این امکان وجود ندارد که در حالت صلح داوطلبانی تربیت شوند که در زمان جنگ به درمان مجروحان بپردازند؟ و دوم، چرا قوانینی ایجاد نمی شود که مسئولیت این داوطلبان را در میدانهای جنگ تأمین کند؟ به عبارت دیگر، نیروهای طرف مقابل نباید این داوطلبان را
که مشغول معالجه زخمی ها هستند مورد حمله قرار دهند. این پیشنهاد مورد استقبال انجمن امور عام المنفعه ژنو قرار گرفت و در نتیجه یک سال بعد، یعنی در سال 1863 میلادی، کنفرانس بین المللی با حضور 16 کشور در شهر ژنو تشکیل شد. در این کنفرانس موافقتنامه‌ای برای بهبود وضع مجروحان نظامی میدان جنگ تدوین شد و به امضای نمایندگان 12 کشور رسید که در آن بر بیطرفی کارکنان خدمات پزشکی نیروهای مسلح، رفتار انسانی با زخمی‌ها و بیطرفی غیر نظامیانی که داوطلبانه به کمک مجروحان جنگ می‌شتابند تأکید شده بود. از آنجایی که برای مشخص شدن اعضا و وسایل این گروه نیاز به علامت مشخصی بود، برای تجلیل از هانری دونان و به احترام کشورش سوئیس، نشان یک صلیب سرخ روی یک زمینه سفید انتخاب شد که معکوس رنگ‌های پرچم این کشور بود. این نخستین کمیته دائمی بین المللی برای کمک به مجروحان جنگی بود که اندکی بعد به کمیته بین المللی صلیب سرخ تغییر نام داد. هنری اگرچه ورشکست شد، اما تا پایان عمر در راه خدمت به بشریت از هیچ تلاشی دریغ نکرد. به همین خاطر هم اندکی پیش از مرگش به دریافت جایزه صلح نوبل مفتخر شد. سالها پس از مرگ او، سازمانی که برای تأسیسش تلاش کرده بود، تقریباً در تمامی کشورهای جهان گسترش یافت. تمامی کشورهای عضو این جمعیت که 4 کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن را پذیرفتند، به کمیته بین المللی صلیب سرخ این اجازه را دادند تا در جنگ‌های داخلی و بین المللی از قربانیان حمایت کنند. طبق قوانین بین المللی، حمله به غیر نظامیان، مجروحان جنگی، مراکز امداد و کمک رسانی، کمیته بین المللی صلیب سرخ و کارکنان آن در مناطق جنگی و مراکز غیر نظامی جنایت جنگی محسوب می شود و طرفهای درگیر در جنگ نباید به این افراد و مراکز حمله کنند. این سازمان آنگونه که در اساسنامه‌اش آمده باید از مداخله در امور سیاسی و نظامی و تبعیض‌های قومی و فرقه‌ای دوری کند و عملکردش را بر اساس اصول هفتگانه‌ای که در کنفرانس جهانی سال 1349 خورشیدی به تصویب رسیده تنظیم نماید. این اصول عبارتند از انسانیت، بی‌غرضی، بی‌طرفی، استقلال، خدمات داوطلبانه، وحدت و جهان شمول بودن. صلیب سرخ با تکیه بر این اصول هفتگانه همواره برای دست یافتن به 4 هدف تلاش می کند. 1. برقراری تفاهم و دوستی میان ملت‌ها و مذاهب. 2. تسکین آلام بشری. 3. تأمین احترام انسان‌ها. 4. حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها بدون در نظر گرفتن هر گونه تبعیض. این سازمان از 3 بخش اداری تشکیل شده که عبارتند از: بخش اول کمیته بین المللی صلیب سرخ که کمیته مستقل متشکل از نمایندگان 25 شهر سوئیس است و مرکز آن در ژنو قرار دارد. بخش دوم فدراسیون صلیب سرخ که ارتباط و هماهنگی میان جمعیت‌های ملی و کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث و بلایای طبیعی را بر عهده دارد. این بخش از 181 عضو تشکیل شده که دبیرخانه مرکزیش در ژنو قرار دارد و بیش از 60 نمایندگی در سراسر جهان دارد که مشغول پشتیبانی و انتقال کمک‌های بین المللی به مناطق جنگی و مصیبت زده هستند. بخش سوم انجمن‌های ملی صلیب سرخ که از آسیب دیدگان بلایای طبیعی و درگیری‌های نظامی حمایت می‌کنند. در طول جنگ‌ها کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نقش واسطه میان انجمن‌های ملی صلیب سرخ و کشورهای درگیر در جنگ را دارد. علاوه بر این، وظیفه مراقبت و تأمین آرامش زندانیان جنگ در اردوگاه‌ها و فراهم آوردن زمینه تماس آنها با خویشاوندانشان هم بر عهده این کمیته است.
رفته رفته با گسترش صلیب سرخ در جهان، برخی از کشورها از پذیرش نام و نشان این سازمان برای کشورشان امتناع کردند. اولین کشور مخالف ترکیه عثمانی بود که در سال 1876 میلادی درخواست کرد تا علامت هلال سرخ رنگ روی زمینه سفید که معکوس رنگ پرچم عثمانی بود به عنوان آرم جمعیت کشورش به رسمیت شناخته شود. به همین دلیل تصمیم گیری در این رابطه به کنفرانس جهانی که قرار بود در سال 1906 در ژنو برگزار شود سپرده شد. این کنفرانس در شرایطی تشکیل می شد که جو به شدت بر ضد عثمانی و مسلمانان بود و جهان در آستانه دستبندی کشورها برای آغاز جنگ جهانی اول قرار داشت. دولت‌های مسیحی به خصوص نمایندگان دولت‌های بالکان چنان بر ضد عثمانی و قرار دادن هلال ماه به عنوان نشان پرچم سازمان امدادرسانی این کشور موضع گرفته بودند که هیچ امیدی به تصویب این نشان نمی‌شد داشت. در این کنفرانس تنها دو کشور با مذهب رسمی اسلام اجازه حضور داشتند، ایران و ترکیه عثمانی. اما نکته جالب در اینجا بود که نماینده عثمانی هم به دلیل شرکت نکردن در کنفرانس صلیب سرخ در سال 1904 میلادی و امضا نکردن معاهده منعقد شده در آن نشست از شرکت در کنفرانس سال 1906 محروم شد. پس تنها کشور مسلمان که در کنفرانس حضور داشت ایران بود که میبایست به همراه سایر کشورها در مورد نشانه پرچم امداد رسانی این جمعیت تصمیم گیری می کردند. در ایران آن سالها مقارن با سلطنت سلسله قاجار بود. قرار شد عبدالصمد خان ممتاز السلطنه، سیاستمدار و دیپلمات ایرانی، به نمایندگی از این کشور در کنفرانس حاضر شود. او در اولین اقدام نشان شیر و خورشید را به عنوان نماد پیشنهادی برای کشور ایران مطرح کرد و سپس با وجود فضای ضدیت با عثمانی در نطقش با تمام توان از نماد هلال ماه برای کشور عثمانی دفاع کرد و گفت: با اینکه صلیب مذهبی مورد احترام آیین اسلام است و نباید ذره‌ای بی احترامی نسبت به صلیب عیسی کرد، اما به دلیل پاره‌ای ملاحظات تاریخی و از آنجا که سابقا صلیب علامت جنگ و جهاد با ممالک اسلامی بوده، شاید اثر سویی در بین مسلمانان داشته باشد و اینان پذیرای خدمات بهداشتی و امدادرسانی تحت پرچم صلیب سرخ نشوند. بنابراین درخواست می کنم که اجازه داده شود کشورها علامت ملی خود را داشته باشند. نطق ممتاز السلطنه موجب دگرگونی فضای کنفرانس شد و با وجود تلاش کشورهای حوزه بالکان، هلال احمر به عنوان پرچم امدادرسانی کشور ترکیه عثمانی مورد تصویب قرار گرفت. چند روز بعد روزنامه حبل المتین در گزارشی در مورد این کنفرانس نوشت: به کوری چشم منکرین حسن ایرانیان، جناب ممتاز السلطنه سفیر دولت ایران در ژنو، اول کارش برهم زدن شرط صلیب بود و دوم اختیار داشتن هر دولت که نشان دولتی خود را به رنگ سرخ بر بیرق نصب کند. دولت عثمانی که آن روزها بر سر مسائل مرزی با ایران در کشمکش بود و باورش نمی‌شد نماینده این کشور از حقش دفاع کند، بلافاصله منیر پاشا سفیر کبیر این کشور در پاریس را با پیام تشکر و قدردانی سلطان عثمانی نزد نماینده ایران فرستاد. هنوز اندک زمانی نگذشته بود که سایر کشورهای اسلامی هم به ترکیه اقتدا کرده نشان ماه سرخ و نام هلال احمر را برای جمعیتشان برگزیدند. تلاش نماینده ایران نه تنها باعث شد تا نشان شیر و خورشید ایران و هلال احمر ترکیه عثمانی کنار صلیب سرخ بر پرچم‌های امدادرسانی بین‌المللی بنشیند، بلکه سبب شد تا به دلیل حضور قوی و توانمندش در آن کنفرانس به عنوان تنها نماینده مسلمان و تنها نماینده کشورهای آسیایی در کمیسیون تدوین اساسنامه جدید و نهایی کنفرانس ژنو برگزیده شود. روزنامه حبل المتین در این باره می نویسد:
جناب ممتاز السلطنه را در دو کمیسیون جوز منتخب کرده سمت ریاست هم داشت و درست هم از عهده برآمد. چنان که اخبارات اروپا خیلی تعریف و تمجید از علم و دانش و سیاست وی می کردند. با وجود اینکه اروپاییان هرگز راضی نخواهند شد کسی از آسیاییان را همسر خود بدانند تا چه رسد به برتری. ممتاز السلطنه بعد از تدوین معاهده جدید در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت: چاکر به انجام این خدمت موفق شد و دیگر حالا کسی نمیتواند ایرادی بکند و دولت علیه مختار است که از حالا بفرماید که اداره صحیحه ایران بیرق خود را شیر خورشید سرخ روی پرده سفید قرار بدهد. اما در ایران نخستین تلاش برای تشکیل یک مؤسسه خیریه امدادی تحت حمایت دولت در حدود 6 سال بعد صورت گرفت. یعنی پس از آنکه دکتر امیر علم فارغ التحصیل رشته طب و دارنده نشان درجه 1 علمی کشور فرانسه مقررات وضع شده از سوی صلیب سرخ جهانی برای جمعیت‌ها را ترجمه کرده در اختیار احمدشاه قاجار پادشاه وقت ایران گذاشت. پادشاه پس از مطالعه این ترجمه اجازه داد تا دکتر امیر اعلم مقدمات تشکیل جمعیت را فراهم کند. در نخستین قدم بر اساس این متن اساسنامه جمعیت شیر خورشید سرخ ایران تهیه و به امضای ولیعت محمد حسن میرزای قاجار رسید. این اساسنامه که در 10 فصل و 60 ماده تهیه شده بود ریاست افتخاری جمعیت را به ولیعت واگذار می کرد. هرچند بنا به گفته دکتر امیرعلم شاه و ولیعت با طفره رفتن‌های پی در پی از شرکت در مجلس افتتاحیه جمعیت خودداری می کردند، اما سرانجام نخستین جلسه رسمی کمیته مرکزی پس از 17 ماه تلاش بیوقفه برگزار شد. جمعیت شیر و خورشید سرخ تحت حمایت دکتر امیرعلم در بدو تأسیسش کمک بسیاری به آسیب دیدگان نقاط مختلف کشور از جمله زلزله زدگان تربت حیدریه، شیروان و سلماس کرد. این جمعیت که نخستین و بزرگترین جمعیت خیریه ایران به شمار می آید 2 سال پس از انقلاب اسلامی سال 57 بنا به خواست دولت وقت استفاده از نشان ویژه‌ای که نمایندگان پیشین این کشور برای به دست آوردنش مدت‌ها تلاش کرده بودند را به حالت تعلیق درآورد و خواستار استفاده از نام و نشان هلال احمر شد. به همین خاطر این موضوع در کمیته بین المللی این جمعیت طرح و تصویب شد که نشان شیر و خورشید سرخ همواره نشان رسمی ایران باقی بماند تا هر زمان که ایران اراده کرد مجدداً بتواند از آن استفاده کند. در این سالها با وجود تلاش کشورهایی مانند اسرائیل که همواره استفاده نکردن دولت ایران از نشان اختصاصیش را بهانه‌ای قرار دادند تا نشان ستاره سرخ داوود را برای کشور خودشان جایگزین کنند، کمیته جهانی صلیب سرخ همواره بر حفظ نشان شیر خورشید تأکید کرده و نشان ستاره سرخ داوود را به دلیل جنبه‌های مذهبی نشان رد کرده، با این استدلال که چنانچه نشان ستاره داوود مورد تایید قرار بگیرد باید 10ها و 100ها نشان مذاهب دیگر هم تصویب شود. اما با توجه به اصرارهای مکرر اسرائیل سرآخر در سال 2005 صلیب سرخ با نشانی نو به نام بلور سرخ که نشان هیچ مذهبی نیست موافقت کرد. این نشان یک قاب مربع شکل به نشانه الماس به رنگ سرخ بر زمینه سفید است. در این بین گروهی از کشورها هم که هلال احمر و صلیب سرخ را نشانه مذهبی می دانند این آرم بی‌طرفانه را برای خود انتخاب کردند.
اما این در حالی است که بنا به گفته گروهی از آگاهان هنوز هم این جمعیت جهانی در مکاتبات رسمیش با ایران از نام شیر و خورشید و آرمان استفاده می کند. در این بین برای مردم ایران وجود صلیب سرخ به عنوان بزرگترین جمعیت خیریه که وظیفه امداد رسانی در حوادث غیر مترقبه و امدادی، تأسیس بیمارستان و درمانگاه، تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، تربیت پرستار و نگهداری از کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد، چیزی به مراتب بیشتر از غنیمت است. چرا که غیر از بلایای طبیعی مثل زلزله‌های رودبار، بم، سیل آذربایجان و هزاران حادثه ناگوار طبیعی دیگر، سالانه هزاران کودک ایرانی به بیماری سرطان دچار می‌شوند و صدها جوانش به دلیل ابتلا به بیماری MS نیازمند حمایت سازمانی مثل صلیب سرخ هستند.